درود به شما دوستان فلسفه یک حکایت قدیمی وجود داره به نام پرنده نصیحتگو که در دفتر چهارم مصنوی معنوی مولانا به رشته نظم در اومده داستان از این قراره شکارچی پرنده ای رو به دام انداخت پرنده بهش گفت این مرد بزرگوار تو که با خوردن گوشت گاو و گوسفند و شتر هم به زور سیر میشی خوردن بدن کوچک و نحیف من نه تنها سیرت نمیکنه بلکه ته دلت رو هم نخواهد گرفت آن یکی مرغی گرفت از مکر و دام مرغ او را گفت ای خاجه همام تو بسی گاوان و میشان خورده ای تو بسی اشتر به قربان کرده ای تو نگشتی سیر زانها در زمن هم نگردی سیر از اجزای من پرنده گفت در عوض اگر از کشتن و خوردن من صرف نظر کنی و من رو آزاد کنی سپند ارزشمند بهت میدم که سعادتمند بشی. برای اینکه خیالت راحت باشه که کلکی در کار نیست، پند اول رو وقتی هنوز در دستانت هستم بهت میدم. اگر آزادم کنی، پند دوم رو وقتی بهت میدم که روی بوم خونت نشستم. در حالی که هنوز در دسترست هستم. اما پند سوم رو وقتی که روی شاخه درخت بنشینم بهت میدم. هل مرا تا که سپندت بردهم، بدانی زیرکم یا عبله هم. اول آن پند هم در دست تو سانیش بر بام که گل بست تو وان سوم پند دهم من بر درخت که از این سه پند گردی نیک بخت مرد شکارچی پیشنهاد پرنده رو پذیرفت پرنده گفت پند اول اینه که سخن غیر اقلانی غیر منطقی و محال رو از هیچ کس باور نکن. مرد که از این نصیحت خوشش اومد بلا فاصله پرنده رو از دستانش رها کرد. آنچه بر دست است این استان سخن که محالی را ز کس باور مکن. بر کفش گفت اول پند زفت گشت آزاد و بران دیوار رفت. پرنده روی بوم خونه نشست گفت پند دوم اینه که هرگز حسرت گذشته رو نخور و به خاطر چیزی که از دست رفته و قابل بازگشت نیست خودت رو عذاب نده چون دیگه فایده ای نداره گفت دیگر گذشته غم مخر چون ز تو بگذشت زان حسرت مبر پرنده به محض اینکه پند دوم رو بیان کرد پرواز کرد و روی شاخه درخت نشست این بار به جای اینکه پند سوم رو بیان کنه گفت ای مرد بزرگوار در شکم من یک مروارید گرانبها ها به وزن ده درم وجود داره. خوشبختانه برای من و شوربختانه برای تو این مروارید گرانبها ها روزی و قسمت تو خانوادت نشد. مرواریدی که میتونستی باهاش ثروتمند بشی از دستت رفت. بعد از آن گفتش که در جسمم کتیم ده درم سنگ است یک در یتیم دولت تو بخت فرزندان تو بود آن گوهر به حق جان تو فوت کردی دور که روزیت نبود که نباشد مثل آن دور در وجود مرد شکارچی از شنیدن این سخن حسابی به هم ریخت و شروع کرد به آه و ناله کردن و خاک بر سر خودش ریختن آنچنان که وقت زادن حامله ناله دارد خاجه شد در قلقله پرنده یک نگاه عاقلا در صفیح بهش کرد و با خنده گفت ببینم تو دو نصیحتی که بهت کردم رو نشنیدی یا شنیدی و نفهمیدی مگه بهت نصیحت نکردم که افسوس گذشته رو نخور پس چرا داری خودت رو سرزنش میکنی و اینطور خاک بر سر خودت میریزی؟ مرغ گفتش نی نصیحت کردمت که مبادا بر گذشته دی قمت چون گذشت و رفت غم چون میخوری یا نکردی فهم پندم یا کری برنده ادامه داد که مگه بهت نگفتم سخن نامعقول و ناممکن رو باور نکن ای مرد ساده کل وزن بدن من سه درم بیشتر نیست چطور ممکنه که یک مروارید ده درمی در شکمم جاسازی شده باشه وان دوم پندت بگفتم که زلال هیچ تو باور مکن قول محال من نیم خود سه درم سنگه ای اصد ده درم سنگ در اونم چون بود مرد به خودش اومد و گفت تو پرنده دانایی هستی و نصیحت های تو بسیار ارزشمند و گرانبها هستند پس پند سوم رو هم به من بگو پرنده گفت نیست خیلی خوب به دو نصیحت قبلی عمل کردی حالا مشتاقی نصیحت سوم رو بشنوی پند و اندرز دادن به افرادی که نصیحت ها رو میشنوند اما بهشون عمل نمی کنند مثل بذر کاشتن در کویر و شورزاره بیفاید است. خاجه باز آمد به خود گفتا که هین بازگو آن پند خوب سیومین گفت آری خوش عمل کردی بدان تا بگویم پند سالس رایگان پند گفتن با جهول خوابناک تخم افکندن بود در شور خاک چاک هم و جهل نپسیرد رفو تخم حکمت کم دهش ای پندگو خب واضحه که سه نکته فلسفی میشه از این داستان برداشت کرد نکاتی که در زندگی انسان مدرن هم کاربرد دارند نکته اول اینه که حسرت و افسوس گذشته رو خوردن بیهوده و بیفاید است زندگی ما انسانها مملو از تصمیم ها، تجربه ها و رویدادهایی که برخی از اونها به حسرت و اندوه گذشته تبدیل میشند. تمایل ذهنی در ما انسانها وجود داره که به طور مداوم بابت تصمیمات اشتباه گذشته و فرصتهای از دست رفته غمگین باشیم و افسوس بخوریم. این حسرت و اندوه که از ناتوانی در تغییر اون چه در گذشته رخ داده و همچنین از احساس گناه و پشیمونی نشأت میگیره از لحاظ فلسفی بیهوده و چه بسا زیانباره. حسرت گذشته رو خوردن با اقلانیت سازگار نیست چرا که با دو ویژگی کلیدی هستی یعنی از طرفی تغییر ناپذیری گذشته و از طرف دیگه تسلط نسبی بر اکنون و آینده در تزاده. فیلسوفانی مثل سنکا در دوران رواقیگری در یونان باستان دائما تاکید داشتند بر اینکه اونچه گذشته را باید به عنوان بخشی از واقعیت بپذیریم چون ویژگی تغییر ناپذیری گذشته را از اون چه در حیطه اختیار ماست خارج کرده. حسرت خوردن برای چیزی که دیگه در حیطه اختیار ما نیست و هرگز باز نمیگرده از منظر اقلانیت کاری بیهوده محسوب میشه. چون در این صورت داریم انرژی فکری و عاطفیمون رو صرف چیزی میکنیم که منجمد و ثابت شده و دیگه هیچ تأثیری درش نداریم. سنکا در این باره میگه گذشته در حیطه قدرت ما نیست اما بسیاری از وقایع اکنون و آینده می توانند در کنترل ما باشند این یکی از اصول اساسی در فلسفه رواقیگری که به جای تمرکز روی اون چه که از دست رفته باید روی اون چه همین حالا میشه انجام داد و به دست آورد تمرکز کرد وقتی انرژی ذهنی و عاطفیمون رو صرف افسوس و حسرت گذشته می کنیم خودمون رو از بهره برداری بهینه از فرصت های حال و آینده محروم می کنیم و قدرت تاثیرگذاری روی وضعیت فعلی رو در وجودمون تضعیف می کنیم البته حسرت گذشته رو خوردن مذرات روانشناختی هم داره و روی سلامت روانی افراد تاثیر منفی می گذاره حسرت گذشته به ویژه اگر همراه با پشیمونی و احساس گناه باشه میتونه به استراب و افسردگی منجر بشه. روانشناسان معتقدند که تمرکز بیش از حد بر شکست ها و اشتباهات گذشته انسان رو به سمت یک چرخه معیوب از خودسرزنشگری و نارضایتی میکشونه و زندگی در زمان حال رو مختل میکنه. نشخار ذهنی رویدادهای ناگوار گذشته نه تنها برای انسان افسردگی و استراب میآفرینه بلکه نیروی انگیزه و خلاقیت در مواجهه با آینده رو هم تضعیف میکنه. افرادی که بیش از حد در گذشته گرفتارند، اغلب به طور افراطی احساس می کنند که فرصت های آینده هم محدودند. به طور پارادوکسیکال با اینکه ذهن این افراد مرتب در گذشته به سر می بره، اما قادر نیستند از اشتباهات گذشته درس بگیرند و آموزه های گذشته رو در بهبود وضعیت فعلی به کار ببرند چرا که مواجهه اونها با گذشته کنترل شده و از روی اقلانیت و مسلحت نیست بلکه از نوعی اعتیاد به احساسات منفی نشأت میگیره احساسات منفی که انسان رو از ایجاد تغییرات مثبت و خلاقانه در زندگی حال حاضر باز می‌داره. این افراد به طور کلی سطح رضایت کمتری از زندگی دارند چون به طور مدام دارند به اون چه که از دست رفته یا به اون چه که نتونستند به دست بیارند فکر می کنند. و از توجه به فرصت های موجود در زمان حال و دستاوردهایی که امروز می داشته باشند قافل می شند. البته پرهیز از حسرت و افسوس گذشته رو خوردن به معنای درس نگرفتن و نیاموختن از تجربیات گذشته نیست. انسان باید از اشتباهات، شکست ها و تصمیمات نادرست گذشته عبرت بگیره تا در آینده بهتر عمل کنه. این به معنای تحلیل آگاهانه و درک درست از اشتباهات قبلی بدون اینکه انرژی و ذهنیت فرد درگیر احساسات منفی مثل غم و اندوه یا حسرت و پشیمونی بشه. درس گرفتن از گذشته یعنی بررسی منطقی وقایع استخراج آموزه ها و استفاده از اونها برای بهبود تصمیمات آینده. در مقابل حسرت خوردن با نوعی غم و ناراحتی عاطفی همراهه که فرد رو درگیر و گرفتار گذشته میکنه و مانع تمرکز کافی بر زمان حال میشه. بنابراین ما باید از تجربه های گذشته خودمون درس بگیریم و آموزه های گذشته رو به عنوان منبع رشد و پیشرفت به کار ببریم بدون اینکه دچار حسرت و افسوس و غم و اندوه غیر ضروری بشیم. پس درس گرفتن از گذشته یک مسئله است و حسرت و اندوه گذشته رو خوردن مسئله دیگری است که کاملا متفاوتند و نباید اونها رو یکسان یا حتی لازم و ملزوم هم تلقی کرد. این آموزه از حکایت پرنده نصیحتگو منو یاد برخی از دوستان میندازه که مرتب عکس ها و ویدیوهای زمان قبل از انقلاب رو برای من میفرستند که نشون بدن ایران قبل از انقلاب در چه شرایطی قرار داشت. این پیام ها معمولا با ایموجی های غمگین و در حال گریه فوروارد میشه که نشون دهنده حسرت و افسردگی ناشی از سقوط و انحطاط ایران بعد از انقلاب. البته که مطالعه تاریخ و تماشای فیلم های مستندی که از اون دوران تهیه شده بسیار جالب و آموزنده است. اما اینکه ما هر روز این صحنه ها رو تماشا کنیم و قصه و حسرت گذشته رو بخوریم بیفایده است. چرا که فاجعه تاریخی اتفاق افتاده و برگشت پذیر نیست. ما باید از گذشته درس بگیریم اما نباید خودمون رو در گذشته زندانی کنیم و با نشخار وقایع ناگوار تاریخی به طور مداوم گرفتار احساسات منفی مثل حسرت و افسوس و غم و اندوه باشیم. اجازه بدید یه مثال دیگه هم براتون بزنم. جالبه که در مواجهه با آشورا و اونچه بر امام حسین و یارانش گذشت بسیاری از افراد درست برعکس این توصیه پرنده نصیحت کو عمل می کنند. هر سال به خاطر واقعی که بیش از هزار سال پیش اتفاق افتاده فارغ از اینکه در چند و چون تاریخیش هم شک و شبه وجود داره ازاداری می کنند. گریه میکنند زجه میزنند تو سر خودشون میزنند به بدنشون زنجیر میزنند و چه بسا صدماتی به خودشون وارد میکنند که به جنون و دیوانگی شبیه در حالی که چه به لحاظ فلسفی چه به لحاظ روانشناختی توصیه شده که باید از گذشته درس گرفت اما از حسرت و اندوه گذشته باید پرهیز کرد البته این سوال رو هم باید از خودمون بپرسیم که حالا ما از این ازاداری سالانه و رجوع دائمی به داستان امام حسین چی نصیبمون شد و چه درسی گرفتیم؟ ظاهرا هیچی، هیچ درسی نگرفتیم وگرنه این همه اذیت و آزار و ظلم و سرکوب و دوزی و اختلاس و بیعدالتی جامعه رو فرانه می گرفت. بگذاریم. دومین آموزه حکایت پرنده نصیحتگو اینه که نباید هر چیزی رو میشنویم باور کنیم فلسفه شکگرایی یا به انگلیسی سکپتیسیزم به ما می آموزه که بدون سنجش و بررسی اخبار یا ادعاهای مطرح شده توسط دیگران رو نباید پذیرفت. شکگرایی انسان رو وامی داره که به جای پذیرش بیچون و چرا از عقل و منطق برای تحلیل و بررسی اطلاعات استفاده کنه. دکارت فیلسوف فرانسوی قرن 17 هم، باور داشت که شک کردن اولین گام برای رسیدن به حقیقت. در دنیای امروز به ویژه با رشد شبکه های اجتماعی و سرعت انتشار اخبار بیش از هر زمان دیگری نیاز به شکگرایی داریم. بسیاری از اطلاعات به ویژه اخبار جعلی تنها برای جلب توجه و یا گمراه کردن مردم منتشر میشند. باور بیچون و چرا به هر ادعا یا خبری انسان را در معرض گمراهی و مورد سوء استفاده قرار میده. بسیاری از مردم به دلیل اعتماد بیجا به منابع غیر موثق به باورهای نادرست می رسند. استفاده از منابع معتبر، تحلیل منطقی و بررسی صحت اطلاعات کلید مقابله با گمراهی به خاطر بیارید که گالیله متفکر ایتالیایی قرن 16 و 17 میلادی با شک گرایی و شک کردن به باورهای رایج زمان خودش تونست به این حقیقت برسه که زمین دور خورشید میگرده و نه برعکس ما باید چون این متفکرانی رو الگوی زندگی خودمون قرار بدیم و با عینک نقادانه به اطلاعات نگاه کنیم به این امید که در مقابل حجوم اخبار جلی، خرافات و انواع و اقسام گزاره های ناموجه و نادرست از خودمون محافظت کنیم تا روز به روز به حقیقت نزدیکتر بشیم. نکته سومی هم که میشه از حکایت پرنده نصیحت گو آموخت اینه که نصیحت کردن به برخی افراد بیفاید است. چون یا تمایلی به گوش دادن به نصیحت ندارند یا حتی اگر گوش بدن بهش عمل نمی کنند. یعنی نصیحت و اندرز رو به خوبی دریافت می کنند و به عنوان دانش فرا می گیرند، اما دانش رو در مقام عمل به کار نمی گیرند. چون این افرادی ممکنه بسیار اهل مطالعه و اهل یادگیری باشند اما زمانی که نوبت به اقدام و عمل میرسه از بکارگیری آموخته هاشون ناتوانند و دانش بدون عمل بیفاید است. برخی افراد هم اصولا خودمهور و لجباز هستند و معتقدند که دیدگاه خودشون برتر از دیگرانه به همین دلیل از تجربیات و نصیحت های دیگران بهره نمیگیرند. این افراد به جای تعمل بر نصیحت دیگران به دیدگاه های محدود خودشون می چسبند و هر گونه انتقاد یا توصیهی رو نادیده می گیرند. به اصطلاح از این گوش می گیرند و از اون گوش در می کنند. به قول مولانا نصیحت کردن به چون این افرادی مثل بذر کاشتن در زمین شورزاره که هیچ سمری نداره. همین امسال با گروهی از شیعیان در یکی از کشورهای اروپایی صحبتی بود مبنی بر اینکه مخصوصا به خاطر حوادثی که رخ داده در دیدگاه بسیاری از شهروندان اروپایی تصویر دین شما با خشونت گره خورده پس برای اینکه در این جوامع به عنوان شهروندان عادی پذیرفته بشید میبایست در گفتار و رفتارتون آرامش و خودداری پیشه کنید و با جامعه‌ای که درش زندگی میکنید هماهنگ باشید چندی بعد همین گروه از افراد در مراسم آشورا لباس سیاه پوشیدند همراه با موسیقی بلند مداهانه در خیابونهای یکی از شهرهای بزرگ اروپایی همینطور که با زنجیر به تن و بدن خودشون میزدند راهپیمایی کردند شهروندان اروپایی هم این تصاویر رو با حیرت نگاه میکردند و از خودشون میپرسیدند که چه بلایی داره به سر جامعهشون میاد این برای من مستاق بارزی بود از انسانهایی که نصیحت پذیر نیستند خب نظر شما درباره حکایت پرنده نصیحت گوچیه. آیا نمونه های سراغ دارید از انسان هایی که دائما در حسرت و افسوس گذشته به سر میبرند؟ نمونه های سراغ دارید از انسان هایی که هر حرفی رو به سادگی باور می کنند و نهایتا آیا نمونه های سراغ دارید از انسان هایی که اصولا نصیحت پذیر نیستند؟ ممنون از همراهی شما دوستان با کانال آوای فلسفه تا دیدار بعدی خردیا رو